خب من سوزنم رو تا جایی که تونستم تمیز کردم، بیشتر از این نمیشه. اگر روی بدن میخواین کار کنید، بهتره که سوزن توی کارهای رنگی عوض بشه، مثلا قرمز و زرد و نارنجی، حالا یه سوزن باشه. اگه کاری سبز و آبی و بنفش داره، یه سوزن باشه که بخواییم اجرا کنیم کارم، مثلا الان امکان رو یه ذره تیره تر دیده شد. خب من رنگ قرمزم رو میگیرم، ببینید یه مقداریشو میزنم، سوزن رو میزنم به دستم کاغذی، ببینم رنگ سیاهی میدن خودش یا نه، که دیگم نداشته باشه. خب ببینید من حالا اون نقطه چینی که گذاشتم پاک شده، ولی یه قسمتی اون قسمت وسط هم کم رنگتر سفیدتر، ولی پایین مشکل نه. از پایین شروع میکنم به زدن رنگ قرمزم. ببینید تا توی سایه ها هم میاد، من قرمزم میزنم یه مقدارش داد، مثلا سایه هایی که میدیوم و لایت هست اینجا ها، اینجا اینا رو رنگ قرمزم داخل اونا هم میام. پس از پایین شروع میکنم به زدنش تا این بالا ها هم میام، مشکلی نداره. تا روی رنگ میدیوم که کار کردیم، الان میبینید رنگ قرمزه گرفته روی سایه، یه قرمز تیره تر میگیره. میاییم بالا، میزنیم این کار رو. دقت کنید من یه قسمت اون وسط رو فعلا نمیزنم، جایی که سایه، جایی که قرمز من روشن‌تر بود، حالا ما توی استنسیل همون جایی که گفته بودیم علامت بزنیم. میام اینجا این طرف کارم هم میزنم و تا قسمت بالایی. پس اگر روی سایه هم برم هیچ مشکلی نداره و حتی باید بریم که اون تیزی سایه هم، اون تیرگی سایه هم یک کمی گرفته بشه و تو رنگ قرمز اون فید بشه، مه بشه. خب ببینید جایی که قرمز بود رو تقریبا دارم میزنم، قسمت بالای ذره کلوفتره. حالا میخوایم برسیم اون قسمت وسط که کارمون روشن‌تره. ببینید ما دو تا کار میتونیم انجام بدیم، میتونیم رنگمون رو حالا مثلا توی این کار یه ذره یه رنگ صورتی جدا درست کنیم، یا اینکه میتونیم رنگمون رو، رنگ قرمزی که داریم رو با سفید قاطی کنیم. من الان اینجا رو بخوام با سفید قاطی کنم، رنگ قرمزم رو برای اینجا با سفید قاطی کنم، کل کار من یه رنگ قرمزی ندارم و صورتی میشه. پس ترجیح دادم حالا یه رنگ تشتک جدا، رنگ صورتی بخوام درست کنم. من از این رنگ صورتی استفاده میکنم. ببینید سوزنم رو تمیز نمی کنم، من رنگ صورتیمو اینجا بذارم که شما ببینید، بکنم ترش رو بازدیم بذاریم که بمونه. خب سوزنم رو تمیز نمی کنم، می کنم توناژ رنگمون رو یکم تغییر بده. خب من یه ذره دیگه قرمز این بغل رو کار کنم. من الان قرمز داره خب دست سوزنم و قرمز یه مقداری چون استفاده کردم خیلی هم نیست،
یه تیکه میذارم توی صورتی رو در میارم، میام قسمت های بغل کار جایی که قرمز من داره نزدیک صورتی میشه رو میزنم. قسمت بالایش رو هم میزنم. ببینید الان تقریبا چیز صرف لاک من رنگش صورتی شده. خب این قرمز من کم شده، من میتونم الان تمیز کنم، این کار رو میکنم، صرف لاک هم تمیز میکنم که اون قرمزی که حالا توش هست کمتر بشه و رنگ صورتی رو برمیدارم و این قسمت وسط رو میام رنگ صورتی میزنم. اگر توی دوربین نشون بده اطراف کار قرمز، قسمت وسط صورتی هست، رنگی که الان کار کردیم. خب یه مقدارم سبزمون رو میزنم، رنگ سبزمون رو. سوزنم رو باز هم باید کامل تمیز کنم چون رنگ داره اصلا توناژش عوض میشه، رنگ گرم داره میره توی رنگ سبز. چندین بار میزنم توی آب، در میارم که سوزنم تمیز بشه. سوزن رو میتونید تا انتها بدید بیرون، بعدش تمیز کنید، بهتر هست این کار. سوزن کامل تمیز میشه. من نوک سوزن رو دستمال نمیزنم، میکشم چون صورتش کم بشه. خب حالا میخواییم بریم توی رنگ سبزمون که سبز رو هم بزنیم. اینم به همون صورت از این قسمت پایین شروع میکنم، سبزم رو میزنم، میام بالا. کناره ها بیشتر مانو بیرم روش، حالا کنار بالا یا قسمت پایین فرقی نداره. حالا این قسمت پایین یه ذره روی اون سایه هایی هم که زده بودیم میریم، مثل همون قسمت قرمزی که کار من ببینید قسمت وسطش رو باز هم مثل کار قبلی خالی میذارم. فعلا دور تا دور اطراف رو میزنیم اون قسمت خالی باشه. خب
الان دوباره مثل چیزی که اینجا کار کردیم توی سبزمون، یا میتونیم زرد بریزیم چون همین یه گل برگ سبزی داره، میتونیم زرد بریزیم روشنش کنیم، یا اینکه میتونیم همین سوزن رو توی رنگ زرد بزنیم و درآوریم. خب ببینید من یه مقدار زرد گرفتم و شروع میکنم قسمت وسط رو میذارم. سبز من با این زردی که گرفتم روشن تر میشه و اون قسمت های خالی کارم رو با همین رنگ میزنم تا اون حالت در بیاد. یه مقدارم روی اون قبلی ها میرم که یه کمی رنگ ها توی هم دیگه فید بشن. خب این از قسمت برگمون که سبز رنگی، حالا سایه هایی که بالاتر داره اینا رو دیگه فعلا نمیزنیم چون میخوایم یک کلیپ هم بذاشی تهیه کنیم که شما خودتون ادامه کار رو انجام بدید. من سوزنم رو کامل میخوام تمیز کنم و برم توی قسمت زرد و نارنجی کارم، چیزی که توی ترم دارم اونم بزنیم که دیگه انشالله به امید خود شما کل کار رو کامل کنید. سوزن رو کامل تمیز کنید. ببینید من سوزن رو یا میتونم به این حالت یا بذارم به این دستمال رو بکشم که سوزنم تا جایی که امکانش هست تمیز بشه. خب میخوایم این قسمت داخلیش رو بزنیم. از نارنجی شروع میشه، میاد به زرد، دوباره میره به نارنجی که این قسمت میشه. نکته ای که هست این که قسمت خط پایین باید فید بشه، خط بالا یه ذره ببینید اینجا کلوفتر شده، دو خط شده، اشتباه من بوده. اینو وقتی سایه به سمت این قسمت اون سایه داره کارمون، وقتی این سایه ها انجام بشه زده بشه این خط محو میشه لای همون کارمون. حالا من این نارنگیشو میزنم بعد اون سایه، یا میخواییم سایه رو بزنم که اگر یه موقع به مشکل خوردی چطوری برطرفش کنید. خب جوهر دارک میگیرم، سایه دارک، از لبه اینجا میخوایم شروع کنیم بریم بحث فید کردن انجام بدیم. خب خط بالام تا حدودی فید میشه، خیلی مانور نمیرم روش کم، ولی این قسمتی که دو خط شده رو ببینیم قشنگ توی بحث فید کردنمون رفت توی خطمون و از بین رفت. اگر زمانی خدای نکرد توی کارتون به همچی مشکلی خورده، جایی خطتون کلفت‌تر شد، اگر سایه داشته باشه تقریبا میتونید توی قسمت سایه های فید شده ببرید. خب من دارکم رو زدم، یکم میدیوم میگیرم، شروع میکنم به زدن میدیوم.